بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما یکی دیگر از رسائل سهروردی است به نام روزی با جماعت صوفیان. این رساله سه بار تصحیح شده، نسخه فارسیش نخستین بار در سال 1317 در تهران توسط مرحوم مهدی بیانی، در سال 1355 توسط آقای سید حسین نصر و اخیراً در سال 1390 توسط آقای تقی پورنامداریان برای بار سوم تصحیح شده. قاعدتاً هر کدوم از این تصحیح‌های متأخر اشکالاتشون از تصحیحات متقدم کمتره. از غیر از زبان فارسی در سال 1982 توسط تاکستون این رساله به انگلیسی هم ترجمه شده. یک شرح بر این رساله نوشته شده توسط آقای تقی پورنامداریان در کتاب عقل سرخ که در حال حاضر مهمترین منبع فارسی شرح رسائل عرفانی سهروردی در سال 1390 در تهران منتشر شد. من هم همه این موارد رو دیدم و لذا اسمشون رو میبرم تا ازشون قدردانی شده باشه. اما خلاصه این رساله، در خانقاهی صوفیان نشسته بودند و هر یک در مورد مقالات شیخشان سخن میگفت و فصلی از گفتار شیخ صوفیه را برای دیگر صوفیان باز میگفت. وقتی نوبت به من رسید و من در این رساله سهروردی است سالک، باز در این رساله مثل سه رساله قبلی با ضمیر متکلم وحده سخن میگه، یعنی من چنین کردم و این به صمیمیت کار میافزاید. ما اسمشو میذاریم سالک، ولی سالک ما اینجا سهروردیه. وقتی نوبت به ایشون میرسه او هم شروع میکنه یکی از مطالبی که از شیخ خودش شنیده برای دیگر صوفیان بازگو میکنه و این آنچه که سهروردی یا سالک در این رساله بیان میکنه دو قسمت داره. یک قسمتش در مورد نجوم قدیم، افلاک قدیم هست که تقریبا چهار هفتم این رساله را تشکیل میده. اونجا در مورد ساختمان افلاک، در مورد نور ماه، در مورد جهت حرکت سیارات در افلاک مختلف سخن میگه که در این جلسه من به این قسمت به اجمال خواهم پرداخت چون زمانش گذشته و مطابق فلکیات و علوم تجربی قرن ششم هفتم هجری است و امروز نمیتونیم از اون دفاع بکنیم. اون چیزی که ما رو به این امثال این جلسات و این رساله ها کشونده نکات عرفانیش هست که ربطی به آن زمان و این زمان نداره. در قسمت دوم وقتی که این سوالات متعدد رو سالک از شیخ خودش میپرسه که مثلا چرا نور خورشید بیشتره، چرا در فلک آخر که فلک قمر باشه ستاره ای نیست، سیاره ای نیست و از این سوالها، بالاخره به اصطلاح حوصله شیخ به سر میرسه، میگه این چه سوالی که تو میپرسی، اینها سوالهای زائدی است، تو باید سوالهای مهمتری بپرسی و به او یاد میده میگه چه بپرسم. و بعد از اینجای رساله فی الواقع حرف اصلی شروع میشه که من شرحم رو از اینجاش شروع خواهم کرد و اونجا این کسانی که ستارگان رو رصد میکنن، به ستارگان نگاه میکنن، به آسمانها نظر میافکنند رو سال شیخ به سه قسمت تقسیم میکنه، سه دسته تقسیم میکنه و اون دسته سوم رو که دسته عرفا هستند رو برتر میشماره از دو دسته دیگر که توضیح خواهم داد. بعد سالک میپرسه من چه بکنم که شبیه این دسته سوم باشم. جناب شیخ نسخه ای میپیچه و فکر میکنم این نسخه برای همه ماها قابل شنیدن باشه. بهش راه رو نشون میده که تو باید چه بکنی تا شبیه اون عرفا و اولیاء خداوند بتونی اون رموز رو درک بکنی. تتمه رساله، اون دو هفتم آخر رساله در مورد نسخه ایست که شیخ برای سالکان پیچیده است و وقتی که تمام میشه این سخنها به جایی میرسه صوفیان دیگه میگن عجب شیخ خوبی داری، نکات خیلی خوبی با تو در میان گذاشته. میگه تازه آن چیزی که او با من در میان گذاشته رو من نمیتوانم برای شما بازگو بکنم، من ظاهرش رو برای شما گفتم،
نکات اصلی به خاطر عدم تحمل شما امکان بازگوییش برای شما نیست. این چکیده رساله. همونطور که عرض کردم بخش اول رساله بسیار پیچیده است برای ما که در این زمان زندگی میکنیم. از 7 حقه سخن گفته شده که این 7 حقه به اصطلاح 7 صندوقچه اینها افلاک 9 یا افلاک 9 گانه باشند که در فلکیات قدیم به اون معتقد بودن. ما امروز به فلکی قائل نیستیم. البته جالب است هنوز برخی از اساتید فلسفه من حتی در این زمان هم معتقد بودند که هنوز هم در قید حیات هم به حمدالله عمرشان دراز باد معتقد بودند که افلاک همون گونه به جای خودش باقی هست و به این ستاره شناسی جدید چندان اعتمادی نیست. حالا به هر حال این هم یک نحوه نگرش است. مطابق این رساله که طبیعیات قدیم و به طور کلی نجوم قدیم 9 فلک بوده که یکیش فلک الافلاک است که بیرونی ترین بوده است و آخرینش فلک قمر باشه یا فلک ماه باشه که نزدیکترین فلک هست به دنیای ما. و اونها رو من چون حالا در این رساله اسم برده شده فقط اسمش رو برای شما میگم. فلک الافلاک یا فلک محیط فلک اول است، بعد از او فلک البروج است که ستارگان ثابت در او قرار دارن، بعد از اون فلک زحل هست، فلک مشتری، فلک مریخ، فلک خورشید، فلک زهره، فلک عطارد و فلک قمر یا فلک ماه. بعد از اون از یک جوهری سخن گفته شده در رساله که منظور زمین هست و آبی که در روی زمین وجود داره و از 2 جامعه بحث شده که منظور از این 2 جامعه هم که زمین و آب رو در بر گرفته کره آتش و کره هواست. یادمون باشد عناصر اربعه اونها در دنیای گذشته قائل بودن که میشه آب و باد و خاک و آتش، همین مواردی که ما الان داریم درشون در واردش سخن میگیم. بعد این حقه را که داشته نورانی میکرده یا زر مینهاده در رسته حکاکان. حکاک کسی است که بر روی جواهر یا بر روی فلز چیز را حک میکنه و یا الماس یا یاقوت را میتراشه. هر کدوم اینا رو بهش میگن حکاک. این حکاک که منظور حالا یا فرشتگان باشند یا خداوند باشه آمدند و این ستارگان رو، این افلاک رو، هر کدامش همون 7 و 9 تا حقه که ذکر کرده توش زرینش کرده، به اصطلاح جواهر توش گذاشته، طلا درش نهاده. منظور ستارگان و سیارات هستند که در هر کدام از این افلاک نهاده شده اند یا نصب شده اند. و بعد بالاخره اون فلک آخر هست که نور از خودش نداره، قمر، ماه نور از خودش نداره، نور از خورشید کسب میکنه. خورشید رو هم اینها معتقد بودن فلک خورشید وسط قرار داره، چون از هر کدوم از این حساب ها که نگاه کنیم فلک 5 میشه، 4 تا بالاشه 4 تا پایینشه، لذا وسط قرار میگیره مطابق طبیعت قدیم. اینها چیز به اصطلاح الان هیچ نکته، من نکته جدیدی ندارم درباره اینها سخن بگم. اگر در این زمینه سوالی داشتید همه رو دقت کردم توضیح خواهم داد، ولی بحث عرفانی ما ارتباطی به این قسمت نداره. از جایی شروع میکنم که شیخ به سوالات سالک اعتراض میکنه. اونجاست که میگه که چون این جنس سوال و جواب در میان ما برفت، شیخ گفت این سوال ها همه ناوارد بود. همین سوال هایی که جهت این سیاره چرا این طرفه، نورش چرا اونجوریه، چرا نور این کمه، چرا نور اون زیاده و امثال هم. البته به شما بگم به لحاظ نجوم، به لحاظ ریاضی، به لحاظ علمی سوال ها سوال های غلطی نیست. سوال ها الان هم به جای خودش باقیه، منتها جوابمون ممکنه به اونها فرق بکنه. برای یک عارف این سوال‌ها ناوارد بوده، نه اینکه مطلقاً ناوارد باشه، در نظر داشته باشه. کسی را لازم نیست که گوید چرا این ستاره منیر است و آن دیگر نیست، چرا این ستاره نور داره چرا اون یکی نور نداره، خورشید نور داره، قمر، ماه از خودش نور نداره، و چرا اینجا نور بسیار است آنجا کم. همه اینها توی سوال و جواب بوده که آنجا بدان کس که این راه باز دهد سائل گوید چرا فلک 15 نیست یا 11 نیست یا 10 نیست و چرا میگردد و چرا سیر غلط نمی کند.
میگه اگر من به شما راه بدم شما هم تو سوالات ادامه میدی، بعد میرسی به اینجا که چرا 9 تا فلک باشه، 15 تا فلک باشه، 11 تا فلک باشه. اصلا اینها باید یه جایی جلو این سوالای ناوارد را گرفت. گوید چنان است، کس را لازم نیست سر آن باز گفتن، آن کس که داند خود داند. هر کسی که در این مراحل علمی رسیده اطلاع داره کافیشه، خودش بلده، این نیازی به سوال کردن نداره، نیازی نداره تو وقت من عارف رو بگیری. شیخ را گفتم آن چگونه توان دانستن. حالا اون نحوه سوالاتی که شما میفرمایید رو به من یاد بدید که من از اون جور از شما بپرسم، من بلد نیستم. گفت، حالا اینجا بحث اصلیست، اینجا این بخش فلواقع 6 قسمت داره، قسمت به قسمت بریم جلو و نکات ارزنده‌ای توش هست. گفت آن کسان که در آسمان و ستارگان نگرند سه گروهند. کسانی که به آسمان و ستاره ها نگاه میکنند سه دسته هستند. اون سه دسته، یک دسته مردم عادی هستند، اونها با چشم سر، همین دوتا چشمی که ما داریم، نگاه میکنند، چیزی بیشتر از اینم دستشون نمیاد. دسته دوم منجمین هستن، ستاره شناسان هستن، اونها در آسمان با حسابهای علمی جای هر ستاره رو مشخص میکنن که الان ستاره در برج سعد است یا در برج نحس است، قمر در عقرب است یا قران سعدین است. این مواردی که همه ما توی دنیای گذشته شنیدیم، هنوزم ممکنه پدر بزرگا و مادر بزرگا به همین اعتقاد داشته باشن. گاهی وقتا این که میپرسیم الان چه برجیست، میخوام تشخیص بدیم تو چه در چه ماهی به دنیا آمدی، بر اساس این که تو در کدام ماه به دنیا آمدی مشخص میشود سرنوشتت این است یا آن است. خب این بر اساس تنجیم بوده است. ما یک علم داریم به نام نجوم، ستاره شناسی، که از رشته های ریاضی است. یه علم هم داریم تنجیم، همین سعد و نحس کردن ها و چیزهایی که تو فرهنگ های مختلف، هم از فرهنگ چینی و هندی و ایرانی و حتی اینجا هم کاملا اینا رایج داره، رایج هست. پایه علمی چندانی هم راستشو بگیم معلوم نیست داشته باشه اینجور صحبت ها کردن. این بخ گروه دوم هستن. تا میرسیم گروه سوم، اجازه بدین عبارات خود سهروردی رو بخونم به همون سرخطاش رو. میگه که گروهی به چشم سر نگرند و صحیفه کبود ببینند. یک صفحه کبودی رو، آبی کبودی رو در بالای سرشون میبینند. نقطه ای چند سپید بر وی، ستاره ها به عنوان نقطه های سفید روی این صفحه کبود هستن. و این گروه عوامند و بهائم را نیز اینقدر نظر حاصل باشند. اینا مردم عادی هستن. حتی چهارپایان هم نگاه به آسمون که میکنن تشخیص میدن شب ستاره است. خیلی ما فضیلت و برتری بر اونها نداریم تو دسته اول که بیش از این نمیبینن. دسته دوم، و گروهی آسمان را هم به دیده آسمان بینن و این گروه منجمانن. به شکل آسمان بهش نگاه میکنن. با 6-7 خط توضیح که میده، بسیارم اینجا سخت در اینجای رساله هست، همین قران سعدین و نحسین و امثالهم رو کامل میگه، که میگه اینا دنبال اینجور چیزا هستن. توی وقتی به آسمان نگاه میکنن میخوان ببینن ستاره الان در کدام برج است و در نتیجه آیا طالع ما سعد است و یا طالع ما نحس است. همین مواردی که عرض کردم الانم میگه امروز مثلا امسال نمیدونم سال چی هست، همه بر اساس همین ستاره مشخص میشه، بر اساس اون 12 ماه همسال. اما دسته سوم، و اما کسانی که سر آسمان و ستاره به چشم سر نبینند و نه به دیده آسمان الا به نظر استدلال محققانند. دسته سوم کسانی هستند که نه عوامانه به آسمان نگاه میکنند، نه منجمانه و علمی با علم ریاضی و نجوم به آسمان نگاه نمیکنند. اینها به دنبال رازهای آسمان هستند. آسمان هم چه آسمان فیزیکی نیست. اینها به دنبال غیب هستند، به دنبال ملکوت هستند، به دنبال عالم ناپیدا هستند. میخواهند از این دنیای ظاهر به دنیای باطن
راه و نقبی پیدا کنه. و شیخ میخواهد به سالک یاد بدهد که تو وقتی به آسمان نگاه میکنی باید به دنبال اون باطن آسمان باشی، باطن جهان باشی. این قسمت در واقع کلید ورود سالک هست به دنیایی که دنیای غیبی که شیخ میخواد بهش نشون بده. شیخ را گفتم این تا اینجا دو بخش از این قسمت عرفانی رو خوندیم. شیخ را گفتم من آن نظر ندارم، تدبیر چیست؟ من اون نظر سوم که تو گفتی که با چشم باطن به آسمان نگاه میکند رو ندارم، چه باید بکنم؟ حالا تو این قسمت میخواد نسخه بپیچد، به ما راه نشون بده که اگر بخواهیم به باطن آسمان و زمین، به غیب، به عالم ناپیدا دست پیدا کنیم چه باید بکنیم. گفتم تو را امتلاست، برو 40 روز احتراز کن، بعد از آن مسهلی بخور تا استفراغ کنی مگر دیده باز شود. بهش گفتم شیخ به سالک میگه که تو بدنت پر است، امتلا یعنی پر بودن، تو پری، از چه پری؟ فراوان غذا خورده ای، تا گلویت خورده ای. وقتی میخواهی رصد کنی غیب را، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. با شکم پر، با دیده پر شهوت، چگونه میتوان انتظار داشت که غیب را مشاهده کنی؟ راهی که به اونشون میده 40 روز احتراز کن. این چله نشینی در فرهنگ شرقی، نه فقط فرهنگ اسلامی، عرض عریضی دارد. برای اینکه سالک به راه بیفتد، اولین قدم، قدم مقدماتی این است که از مشتهیات 40 روز احتراز کند. مشتهیات یعنی آن چیزی که شهوت انسانی، تمایلات انسانی، امیال انسانی آن را می طلبد. خب امیال و شهوات انسانی چه می طلبد؟ می طلبد زیاد بخورد، زیاد بیاشامد، زیاد اموال داشته باشد، در روابط جنسی آن چه میخواهد بتواند انجام بدهد، لذتش را به نحو اکمل ایفا کرده باشد. به این فرد میگیم ممتلی است، او پر است، پر است از همه این مواردی که ذکر کردیم. 40 روز از تمام این امور الا به حد ضرورت احتراز کن، یعنی خوردن و آشامیدن را به حد اقل برسان، از روابط جنسی پرهیز کن، از امور مالی کناره بگیر. بعد از 40 روز آن وقت بعد از آن مسهلی بخور. وقتی انسان یبوست دارد، مسهل، دوای مسهل می نوشد، استفاده می کند و بعد از او شکمش کار می کند تا استفراغ کنی، تا آن چیزی که در درون تو بوده است و مانع از دیدن معنوی تو شده است بیرون بیاید و تو پاک بشوی و آنگاه بتوانی او را ببینی، آن جهان دیگر را مشاهده کنی مگر دیده باز شود. ممکن الان ما استغراب کنیم، یکم برامون عجیب بیاد، خب امر معنوی چه ربطی به پر بودن شکم، به خالی بودن شکم دارد؟ خب ما موقعی که حالا اصلا من مثال ساده بزنم، شما اگر خیلی شکمت پر باشه، خب حالت مساعد نیست برای یه کار فکری کردن، باید یه حالت تعادل داشته باشی. منتها این امر، حالا خود سهروردی توضیح میده، میگه اگر میخواهی چشم باطن باز شود، باید چشم ظاهر بسته شود. نه فقط چشم ظاهر بسته شود، باید همه حواس ظاهر بسته شود تا حواس باطن باز شود. یادمون هست در رساله های قبلی خوندیم خانقاه 2 در داشت، 1 در به شهر بود، 1 در به صحرا.
وقتی در شهر را بستن در صحرا باز شد. اما وقتی که در صحرا را باز می‌کردند، این باید حتما در شهر بسته باشد. در مادیات اگه بسته باشد، در عالم مسل گشوده می‌شود. این قاعده است که تو تمام عرفای ما وجود دارد. شما نمی‌توانی همزمان که داری امور مادی رو تمشیت می‌کنی، فکر بکنی به امور معنوی دسترسی پیدا می‌کنی. ذهن ما، روح ما همزمان یک کار بیشتر نمیتواند بکند. یا باید درگیر مادیات و شهوات و لذات دنیاویش باشد، یا اشتغال به امور معنوی و باطنی داشته باشد. بنابراین نسخه‌ای که شیخ برای سالک میپیچد، در قدم اول خودت را خالی کن. لذا عرفای ما یک نقطه را ذکر میکنن: اول تخلیه، بعد تحلیه. فرقش یک نقطه بیشتر نیست. تخلیه از خالی شدن است، از خلو است. اول خودت را خالی کن، بعد از آن خودت را زیور کن. حلیه، زیور. اگر میخواهی خودت را به فضائل مزین کنی، ابتدا باید خودت را خالی کنی. وقتی انسان میخواهد عطر بزند، بوی خوش استعمال کند، زیور بزند، اول میرود حمام، خود را میشوید، تمیز میکند. اول شستشو، بعدن زینت کردن و زیور کردن. اول خالی کردن، بعد از آن باز شدن چشم باطن به نورانیان. مگر دیده باز شود. خب حالا سالک دوباره میپرسه، خب من مسهل برم از کجا پیدا بکنم؟ گفتم آن مسهل را نسخت چیست؟ نسخه آن مسهلی که شما میفرمایید، شما طبیب باطنید، شما طبیب روحید. نسخه آن مسهل را هم بفرمایید که من برم دواخانه اون نسخه را بگم برام بپیچند و بیارن. نسخه هم براش میگه دست قدم به قدم سالک را پیش میبره. گفت اخلاط آن هم از پیش تو به دست آید. اون اخلاط میدونید در گذشته 4 خلط بوده: بلغم و سودا و صفرا و دم. این 4 میگفتنش اخلاط 4. هنوزم کسانی که به طب قدیم رفتار میکنن میگه سودات زیاد شده، صفرات زیاد شده، دمت زیاد شده، خونت زیاد شده، هر کدوم اینها بالاخره هست. میگه اینها اخلاط آن هم از پیش تو به دست آید. اینها مال خودته. تو باید خودت این نسخه را بپیچی. دوای درد به دست خودتوست. همیشه این نکته است که سهروردی تو همه رساله هاش تأکید میکنه. آن کس که بند به پایتان نهاد، آن را میتواند باز کند. اینجا هم میگه که اخلاط آن از پیش تو به دست آید. خب با خود این اخلاط میخواد اون مسهل را درست کنه. گفتم من اخلاط چه چیز است؟ خب اینجا که اخلاط منظور اخلاط 4 نیست. اخلاط 4 مادی هستن. بحث ما معنویاته. حالا ببینید چی میگه. میگه اگر میخواهی این نسخه در تو مؤثر افتد و این مسهل به لحاظ معنوی مؤثر باشد، اخلاط این هاست. حالا بعد روش عمل کردن ما اخلاط را هم به ما یاد میده. اخلاق چه چیز است؟ گفت هر چه به نزد تو عزیز است. قدم دومی است که سالک به قرار برداره. هر چیزی که به مگه تو قرار نیست به راه بیفتی، مگر قرار نیست پیش بری، مگر قرار نیست ترقی کنی، در درجه اول جدا کردن آنچه که بر نزد تو عزیز است. چی برات عزیزه؟ هر کدوم به خودمون مراجعه بکنیم. عزیزترین چیزها برای ما قاعدتاً زن و فرزند و همسر و اینها یک در عزیز است. عزیز دیگر مال ماست. عزیز دیگر مقام و جاه ماست. سهروردی، آن چه نزد تو عزیز است، از مال و ملک و اسباب و لذت نفسانی و شهوانی و مثل این، اخلاط این مسهل است. اگه میخوای از راه بیفتی، باید اینها رو از خودت دور کنی. تا زمانی که وابسته باشی، قرار نیست
عرفان سلوک عرفانی نمیگه اینها نباید باشن. بحث از وابستگی به اینهاست. یک زمانی است تو بالاخره انسان حیوان اجتماعی است، به همه اینها احتیاج دارد، به زن و فرزند و مال و مقام و همه اینها. اما بحث در این است که تو وابسته به اونها هستی یا اونها وابسته به تو هستن. عطار در تذکرت الاولیا این مطلب رو از جنید نقل میکنه، جنید بغدادی نقل میکنه، میگه ببین، در مورد اسبابش میگه، در مورد دارایی میگه، میگه ببین تو برده داراییت هستی یا دارایی برده توست؟ تو به اونها تعلق داری یا اونها به تو تعلق دارن؟ اگر اونها به من تعلق دارن مشکلی نیست، اما اگر من به اونها تعلق دارم این مشکل است. گاهی وقتا میشه ما برده مالمان هستیم، ما برده خانواده مان هستیم، ما برده اموالمان هستیم، ما برده مقاممان هستیم. برای که درک بکنیم آیا برده هستیم یا نیستیم، وقتی اونا سلب میشه چقدر ناراحت میشیم. گاهی وقتا میمیریم. فراوان شنیده ایم که طرف بازنشست شد، به خصوص کسی که مقامات عالی داشتند، از مقام به هر شکل کنار رفتن، مثلا نمیتونه زندگی کنه، به مقامش بسته است، به مالش بسته است، به اعضای خانوادهش بسته است. میگه اگه میخواهی بری، این اخلاط مسهل رو درست میکنن. خب حالا چه کارش بکنیم؟ اخلاط رو شناختیم. اخلاط مادی اون چارتا بودن، اخلاط معنوی شهوات و لذات و مال و مقام و جاه و امثال هم هستن، لذات نفسانی و شهوانی، اون چیزایی که ما خوشمون میآید، طبع انسانی ما از اونها لذت میبرد. برو و 40 روز به اندک غذای موافق که از شبهت دور باشد و نظر کسی سوی آن نباشد قناعت کن. 40 روز، 40 روز رو بحثش کردیم. 40 روز چله نشینی کلن شما در مورد کتاب میشه نوشت، یعنی در اشعار ما، در نثر ما، در ادبیات ما چله نشینی یه چیز مهم میست، خیلی عرض عریضی دار. حالا میگه 40 روز به غذای موافق، یه غذا، حداقل غذا، قناعت کردن یعنی همون قدری که سد جوع میکند، گرسنگی رو برطرف میکند. دو تا صفت برای غذا ذکر میکنه: از شبهت دور باشد، غذای شبهناک نباشد. غذای شبهناک چیه؟ غذای شبهناک غذایی است که لقمه حرام، به اصطلاح عرفی ما میگه من در خانه لقمه حرام برای شما نیاوردم، کار کردم، از دسترنج خودم سر سفره آوردم، لقمه حلال است. لقمه شبهناک یعنی لقمه‌ای که شبهه حرمت در اوست، و به خاطر این اگر تو در این 40 روز لقمه شبهناک بخوری، لقمه حرام بخوری، 40 روز باطل میشه، دوباره باید از اول شروع کنی. نه، اولین چیزی که انسان نگاه میکنه پولی که داره ازش زندگی میکنه از چه منبعی آمده. در قرآن هم آمده فلینظر الانسان الی طعامه، دقیقا همین نکته است. انسان میباید به طعامی که میخورد، غذایی که میخورد نگاه کند. غذا از کجا آمده؟ پولش از کجا آمده؟ حلال است، حرام است، اخلاقی است، غیر اخلاقی است، درست است، نادرست است و مانند اینها. حالا این اگر چنین کرد، اون وقت این لقمه، لقمه حلال محسوب میشه. نکته دوم که میگه نظر کسی سوی آن نباشد. گاهی وقتا داری از لقمه رو برداشتی، میبینی یک گرسنه اونجا نشسته، نگاهش به لقمه توست و تو توجهی به اون نمی کنی. حرامم نیست، این لقمه از پول حلال خودت درست شده، اما این کسی به آن نظر دارد. اگه گرسنه ای به اون نظر داشته باشد، اون مقدمه بر توست. اینجا دیگه تقدم اخلاقیه. اگه تو اینو ندی بهش، گناه نکردی به اصطلاح، اما فضیلتی هم مرتکب نشدی، آدم خوبی نیستی،
یا فرض کن اونجا یه بچه نشسته، یه یتیم نشسته، نگاهش به لقمه توست و تو میتونی به او بدی. میگه نظر کسی به سوی آن لقمه نباشد، همچون لقمه بردار. اگه تونستی برداری، اون وقت میتونیم بگیم که بله شما لقمه حلالی بردی. حافظ اینجا میگه صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد، پاردومش دراز باد این حیوان خوش علف. کاملا همون همی رو داره میگه که سهروردی اینجا به شکلی اشاره کرده. بعد از اون این قناعت هم بکن، این آنگه این اخلاط را در خاون توکل انداز، پس به دست رغبت آن را خرد کن و از وی مسهلی ساز و به یک دم باز خود. سه جمله گفته، تو هر کدومش انجام دادنش کلی هنر میخواد. فلواقع خب اگه میخوایم اون هفت شهر عشق رو بگردیم، همین هاست، این مقدماتشه. اون اخلاط رو، اخلاط معنوی، همین مال و مقام و جاه و لذت و شهوات امثال هم رو در هاون توکل انداز. خب هاون چیه؟ هاون یه ظرف سنگیه، یک دسته هم هست و با اون چیزها رو نرم میکنیم، از اون صورت اولیه رو، صورت اولیه رو خرد میکنیم، پودرش میکنیم و به یک شیء دیگری تبدیلش میکنیم. هاون کردن تبدیل صورت هست و خرد کردن از حالت اولیه. یعنی شهواتت رو خرد کن، مال و مقام و تعلقاتت رو بشکن. در چی؟ در هاون توکل. هاون رو هم اسم براش گذاشته، توکل. توکل یک مفهوم بسیار بسیار عمیقه. کسانی که در حوزه اخلاق کتاب نوشتن، بزرگان اخلاقی، یه باب فقط به این هاون توکل اختصاص دادن. اونایی که دوست دارن بخونن، توی کیمیای سعادت غزالی به فارسی هست، در احیای علوم غزالی به عربی هست، در معراج الساده ملا احمد نراقی به فارسی هست، در جامع السادات ملا مهدی نراقی به عربی هست که به فارسی هم ترجمه شده، در محجة البیضاء فیض کاشانی هست به عربی که به عنوان راه روشن به فارسی ترجمه شده. یه باب به عنوان توکل. توکل یعنی چی؟ توی قرآن آیات متعددی در مورد توکل هست. حالا توکل رو بخوام خیلی ساده معنا بکنیم، یعنی واگذار کردن امر خود به خدا. یعنی باور کردن که من یک وکیل دارم، یک کسی دارم که میتوانم به او اتکا کنم. من تنها نیستم، بی پشتیبان نیستم. مثل وقتی میری دادگاه، تو خواستن قاضی میخواد دادستان تو رو متهمت کنه، من وکیل دارم، وکیلم حرف میزنه. تو عالم واقع هم تا کسی خواست سراغت بیاد، میگه من وکیل دارم، من کارم را به او واگذار کردم، او از من دفاع میکنه. یک کتاب خیلی مختصر و در این حال پرمغز داریم که مال جرجانی است. جرجانی عربی شده گرگانی خودمونه، مال گرگان ایران. بعد میر سید شریف جرجانی، متکلم بسیار بزرگ، یک کتاب خلاصه کوچولو داره به نام تعریفات، به فارسی هم ترجمه شده، اومده واژه‌های عصری رو تعریف کرده، توکل رو هم تعریف کرده. من توکل رو از این جناب جرجانی نقل میکنم. میگه توکل یعنی اعتماد کردن به آنچه که نزد خداست و مایوس شدن از آنچه که نزد مردم است. نداری ولی به خدا توکل میکنی، میگه یرزق من حیث لا یحتسب، من به او توکل کردم. فمن یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که به او توکل کند خدا او را کافی است. و اعتماد، نیازی نداری، انتظاری نداری از اون چیزی که در دست مردمه. یه تو همچو هاونی رو بکوب، اون لذات خودت رو خرد کن و متوکل بشو به خدا، توکل کن به خدا، اعتمادت رو از مردم سر کن، به این و اون اعتماد نداشته باش، منتظر باش که خدا به تو کمک کنه. و بعد پس به دست رغبت آن را خرد کن. رغبت یعنی داوطلبانه، با رضا،
با تمایل قلبی خودت، نه با زور، نه با اکراه. و از وی مسهلی ساز. حالا اینا رو با هم ترکیب کن، یه مسهل درست کن و به یک دم باز خور. یک جرعه لا جرعه اون رو سر بکش، نه که قطره قطره و ذره ذره و اینها. یک بار اینها رو کش انجام دادی سر بکش. مسهل باید کار بکن. اگر خب حالا چه بکنم؟ هنوز سالک میپرسه. اگر زود به مستراح حاجت افتد، پس دارو کارگر افتاد، کارگر آمد، زود دیده روشن شود. دو حالت اتفاق میفته. شما همچون مسهل معنوی که استعمال کردی، یا بلا فاصله آن اخلاطی که در بدنت بود همه دیگه با این مسهل قرار است اخراج شود، جزء فصولات شود در ایمون رو. اگر به مسترا حاجت افتاد، معلوم میشه مسهل کارگر افتاد. اگر خدای ناکرده نیفتاد و اگر حاجت نیفتد، دارو اثر نکرده باشد، معلوم میشه دارو اثر نکرده، بدنت مقاوم شده، به اصطلاح مثل آنتیبیوتیک زیاد مصرف کردی، بدنت مقاوم شده، باز 40 روز دیگر، 40 روز تموم شد، دوباره 40 روز دیگه باید خودت رو احتراز بکنی از این مشتهیات، از این لذات، از این شهوات. همون کاری که گفتیم، دوباره هاون توکل، دوباره با رغبت، دوباره مسهل رو استفاده بکنی، ببینی اثر میکند یا نمیکند. و باز همان مسهل بخور بعد از 40 روز دوم، که این بار کارگر آید. امیدواریم که این بار کارگر بیاید. اگر این بار نیز کارگر نیاید، هم بر این وجه بار دیگر و بار دیگر بخوری. 40 روز دوم، 40 روز سوم، 40 روز چهارم کم کارگر آید. اما اگه خدای ناکرده 40 روزها شد، 40 زیاد شد، اما این بدن ماشاءالله مثل کرگدن میمونه، اصلا این کار نه انگار هاون توکل و رغبت و هیچی بهش کارگر نیست. تعبیر به کار میبره، تعبیر تلخیه، ولی خب اجازه بدید بخونم. اما اگر کسی چو سگ به فضله خیش بازگردد و از آن اخلاط که از وی مسهل ساخته است و باز خورده و در وی اثر کرده و فضله گشته، باز بدان فضله مشغول شود، از آنجا نکسی پدید آید، بیماری پدید آید و رنج پیدا گردد و هیچ طبیب آن را معالجه نتوان کردن. اگر این 40 روزها در تو مؤثر نیفتاد، این نسخه اثر نیفتاد، من که نتونستم تو رو خوب کنم، هیچ طبیب دیگری هم تو رو نمیتونه خوب بکنه. تو پری، تو باید یک راهی پیدا کنی که خود از لذات جدا کنی. این قسمت رساله، قسمت سوم این بخش عرفانی، این رو ازش میآموزیم. تا زمانی که از لذات جدا نشده ایم، نمیتوانیم عالم معنویات و عالم غیب و عالم ملکوت را مشاهده کنیم. این نتیجه این قسمت. خب حالا از این قسمت حالا فرض کنیم ما جز اونها نیستیم و تونستیم از این مسهل استفاده بکنیم و از لذات کناره گیری کنیم. شیخ را گفتم چون دیده گشاده شود، بیننده چه بیند؟ خب حالا ما فرض کردیم که خودمون رو خالی کردیم و از لذات پرهیز کردیم، حالا چه میبینیم؟ تشویق کنید که ما چه چیز میبینیم که راغب بشیم بیشتر پیش بریم. شیخ گفت چون دیده اندرونی گشاده شود، دیده ظاهر برهم باید نهادن و لب برهم باید بستن. این دو تا نکته ذکر میکنه، 3 نکته کنار هم. اگر ما میخواهیم چشم باطنمان باز شود، 1 باید حواس ظاهرمان بسته شود، 2 لبمان هم بسته شود. آن را که خبر شد، خبری باز نیامد. آنها که میبینند، آنها که مییابند، دکان نمیزنند، بلبل زبانی نمی کنند. اگر میخواهی چیزی ببینی، اول میباید از آن چیزی که شهوات تو را به آن میخواند احتراز کنی، و بعد از آن هم اگر چیزی دیدی، مه بر زبان بنهی و سخن نگویی.
چرا؟ انتهای رساله فراوان درباره این سخنی. تو بقیه رساله هاش هم به خصوص رساله که هنوز نخوندیم، مثل اون بخشش که دوران طفولیتش، تو رساله سفیر سیمرغش، اونجا بسیار سر کتوم بودن و نزد نااهل سخن نگفتن باب وسیع برای ما باز میکنند. پس اگه میخوایم دیده اندرونی گشاده شود، دیده اندرونی چشم باطن است. چشم باطن فراستی به سالک میده. اینو در زبان دینی میگه که فراست مؤمن. تو زبان عرفانی میشه فراست سالک. بصیرتی پیدا میکنه که انسان عادی نمیتونه از اون بهرمند باشه. به شرطی که چشم ظاهر بسته باشه، لب هم بسته باشه. این پنج حس ظاهر را دست کوتاه باید کردن و حواس باطن را در کار باید انداختن تا این بیمار چیز اگر گیرد به دست باطن گیرد و اگر بیند به چشم باطن بیند و اگر شنود به گوش باطن شنود و اگر بوید به بینی باطن بوید و ذوق وی از حلاوت جان باشد. از بشنگترین جاهای این رساله هست. میگه اگر توانستی چشم ظاهرت را ببندی، حواس ظاهرت را بستی، اون وقت حواس باطن گشوده میشود. در نظر داشته باشیم تو رساله‌های قبلی سهروردی بر اساس علوم گذشته پنج حس ظاهر و پنج حس باطن رو نام میبره. اینجا مرادش از اون حس باطن، اون پنج حس باطن مصطلح نیست. اونا چی بود که انزال مرادش نیست؟ حالا توضیح میدم. ما پنج حس ظاهر داریم: دیدن و شنیدن و چشیدن و بوئیدن و لمس کردن. اینا میشه حواس ظاهر. پنج تا حس باطنی داریم که اینجا مرادش نیست، از او بالاتره. حواس باطنی که هممون داریم اینا هستن. یکی حس مشترک است. حس مشترک رو خود ابن سینا و دیگر فلاسفه ما به یک حوزچه تعبیر میکنند که اون پنج تا حس ظاهری ما مثل پنج تا جویه که به این حوزچه وارد میشن. اگر اون حس مشترک نباشه، ما نمیتونیم این دیدن و شنیدن و بویدن و چشیدن و لمس کردن رو به هم مرتبط کنیم. اونا ارتباط میدن به هم دیگه. جایی تو مغز ما چنین میکنه. یکی دیگهش خیاله، یکیش قوه واهمه هست، یکیش قوه متخیله هست، یکیش قوه حافظه هست. این پنج تا حس باطنی است که همه ما داریم. ولی سهروردی تو اینجا منظورش اینها نیست. مرادش اینجا، چون اینا همه آدما دارن، خیال میکنه، وهم میکنه، حافظه داره، اینا که نمیخواد آدم بره حس چشم ظاهر ببنده که به اینجاها برسه. ما قراره چشممون باز بشه که به زبان سهروردی عالم مثل معلقه رو ببینیم، یا به زبان سهروردی که فیلسوف اشراقی هست، عالم انوار رو ببینیم، عالم نورانی رو ببینیم، یا به زبان قرآنی عالم ملکوت رو ببینیم. عالم ملکوت رو با چجوری میشه بینیم؟ اینه که با این حواس دهگانه، پنج تا ظاهری پنج تا باطنی نمیشه دید. یه چیزی بالاتر میطلبه، یه چیزی بالاتره که قرار این نسخه اگه پیچیده بشه با اون هاون توکل و امثال هم اونجا رو ببینیم. خب پس ما قرار است به اونجا بریم. این همان است که حافظ میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. کی میتونه بگه که من به لذت شرب مدام رسیدم؟ کسی که این مراحل که سهروردی رو گفته طی بکنه به اونجا میرسه. این دیگه بحث یکم بالاتر از حس ظاهر و حس باطنه. اما این چند تا جمله که ذکر کرد، سهروردی انسان بسیار دانشمندی بوده. کلماتی که به کار میبره دنیای معنا پشتشه. اینجا که گفت که وقتی که حواس ظاهر رو بستی به اون حواس باطن به معنایی که عرض کردم رسیدی، میگه که اگر بیند به چشم باطن بیند، اگر شنود به چشم باطن شنود، به گوش باطن شنود،
اگر چیزی بگیرد به دست باطن گیرد، اگر جای رود به دست باطن، ذوق همش باطن باطن. این سخن را اولین بار پیامبر فرموده. حدیثی است بسیار مشهور، برخلاف احادیث عرفانی که غالبا بی سند هستند و عرفا حرفای زیبایی درست کردند بعد همه پسندن، گفتن حرف زیبا رو کی باید بزنه، مثلا من گنج مخفی بودم و بعد میخواستم شناخته بشم. خب این پیغمبر که حدیث سند نداره، مشخص معلوم نیست که پیامبر فرمود، اما این یکی رو مطمئنیم پیامبر فرموده، هم در احادیث سنی هم در احادیث شیعه و با سند عالی. چی فرموده؟ حالا ببینید بعد مطابقت کنید، ببینید سهروردی همون رو گفته بدون اینکه اشاره بکند یا نه. حدیث میگه، معناش رو ذکر میکنم، میگه که از قول خداوند میگه که هیچ چیزی بنده را، انسان را به من نزدیک نمی کند مگر ادای آن چیزی که من بر او واجب کردم، و بنده ام دائما به من نزدیک می شود در با مستحباتی که، مندوباتی که، چیزهای غیر الزامی که بر او لازم کردم، بر او به او معرفی کردم، تا این که من او را دوست بدارم. همه بحث سر دوست داشتن است. این کارها رو بنده خدا میکند تا خدا او را دوست بدارد. وقتی من خدا او را دوست داشتم، من گوشش میشدم که با آن گوش میشنم، من چشمش میشوم که با آن چشم میبینم، من زبانش میشوم که با آن زبان سخن میگوید، من پایش میشوم که با آن پا راه میرود. ما تقرب الی عبدی به شیء حب الی من اداء ما افترضت علی و لا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و رجله الذی یمشی بها. حالا حرف سهروردی، حالا که اینا دونستیم که این سخن پیامبره، حالا حرف سهروردی میگه که حواس باطن را در کار باید انداختن تا این بیمار چیز اگر گیرد به دست باطن گیرد، و اگر بیند به چشم باطن بیند، و اگر شنود به گوش باطن شنود، و اگر بوید به بینی باطل بوید، و ذوق وی از حلاوت جان باشد. دقیقا میشه بیان عرفانی حدیث پیامبر. و بعد از او به کجا میرسد؟ میرسد به اینجا که چون این معناها سلامت پیوسته مطالعه سر آسمان ها کنند. بحث ما اصلا این بود که ما چجوری سر آسمان ها رو پیدا کنیم. میگه این نسخه را که پیچیدیم، حواس ظاهر را که بستی، حواس باطن که باز شد، به اون مرحله که رسیدی، اون زمان بشین سر آسمان ها رو مطالعه کن و از عالم غیب هر زمان آگاهانیده شود. اون زمان میتونه عالم غیب رو ببیند، بشنود. اونجا که خدا میفرماد ما این گونه به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان دادیم، سهروردی توی راه سلوکش به اونجا میرسه که غیب را میتواند مشاهده کند. و بعد میگه که پس آن که پرسیدی که چه بیند. سالک پرسیده بود که اولین سوالش این بود که چون دیده گشاده شود بیننده چه بیند. شیخ میگه این که از من پرسیدی که چه بیند، چی میبینه، خود بیند آن چه بیند و باید دیدن، و از آن چیزها که در نظر وی آرند حکایت نتوان کرد الا که به ذوق خود توان دانستن. کمی عبارتش مغلق است، سخت است. میگه که این چیز رو هر کسی تنها خود میتواند ببیند، این رو نمیشه برای دیگری حکایت کرد، امر شخصی است، چیزی است که خودت میباید با چشم دلت ببینی، حق هم نداری برای دیگری حکایت کنی. دیگری شاید تحمل شنیدن تو را، تحمل و ظرفیت او رو نداشته باشد که تو این امور رو براش ذکر کنی.
یادمون باشد حلاج چیزی دیده بود که وقتی در کوچه و بازار به مردم گفت هیچ یک از معاصرانش ظرفیت شنیدنش را نداشتند. سالک به جایی میرسد چیزی میبیند که بسیاری آن را کفر میپندارند، نمیتوانند تصور کنند که همچو جایم هست، همچو مقامی هم هست برای رسیدن. یکی از این موارد وقتی به اونجا برسی یک کلمه به کار میبره سهروردی، کلمه بسیار مهم، 3-4 تا کلمه توی این انتهای رساله هست، اینا رو باید معنا کرد تا به عمقش برسیم. پس دانستیم توی این قسمتش که اول باید خودمان ببینیم، دومم این که نمیتوانیم حکایت بکنیم. بعد میگه الا که به ذوق خود توان دانستن. هر کسی باید به ذوق خودش این رو تجربه کند، ببیند، بفهمد. ذوق با ذائقه هم خانواده است. ذوق عرفانی. میگه تو باید ذوق داشته باشی. ذوق داشتن یعنی چی؟ ذوق در عرفان نوری است که خدا در دل اولیاء خودش میاندازد که با آن حق را از باطل تمیز میدهند. این علمی نیست که توی کتابی نوشته باشد. این چیزیست که بعد از این سلوک‌های عرفانی برای انسان حاصل می شود. این معرفت سهروردی میگه که حکایت کردنی نیست. هر کسی خود باید آن را تجربه کند. و بعد میگه که این عالم کم کسی را میسر شود. زیرا ترک دنیا کردن بر نااهل مشکل است و اهل در جهان کم به دست می آید. در میان مردم بسیار کم هستند. خودمون ما مراجعه کنیم، ما حالا 40 روز نیست، میگه 3 روز برو توی مسجد همه این موارد رو انجام بده، میگن اعتکاف. اگه تونستیم به 1 روزش میگه تو خونت بشین، هر جن میخوای برو، فقط آب نخور، ننوش، غذا نخور. کم سختمونه دیگه، دنبال یه سمولی وسطش هم شد یه چند قطره آب هم بخوریم. حالا میگه 3 روز تو برو بشین توی مسجد، هیچ کار دیگه هم نکن، فقط عبادت کن. حالا سهروردی به شیخش بهش میگه 40 روز برو از همه این مشتهیات هرچه دوست میداری بذار کنار، از اون چیزایی که دوست میداری تو این 40 روز چت نباید بکنی، هیچ سراغ اینترنت هم نباید بری، با هیچ ایمیلی هم جواب ندی، اصلا ببین تحمل میتونی بکنی تو این دنیای فعلی 40 روز؟ از خودت از همه چیز مجزا بکن و بعد از اون فکر کن، برای خودت یه مقدار بنشین فکر کن ببین به جایی میرسی یا نه. اینجا این مقامی که الان سهروردی داره خودش سخن میگه، برخی عرفا اینجوری بیانش کردن، میگه عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجود من همه دوست گرفت، نامی ز من بر من و باقی همه اوست. اینا قصه ایست اگه کسی سالک باشه به اینجا میرسه که میگه به هر جا رو کنم روی تو بینام، بابا طاهر عریان خودمون میگه، یا میگه که من در جبه خودم جز خدا ندیدم. این همونی که میگه انا الحق، نمیگه من خدا هستم، میگه من جز خدا نمیبینم، به خودم هم نگاه میکنم خدا میبینم، به اونجا هم نگاه میکنم خدا میبینم. حالا بره به کسی بگه انا الحق، خب مردم تحمل ندارن، ظرفیتشون رو ندارن که بشنون که میگه آقا تو این گفت من خدا هستم. هرگز خدا نگفته بود من خدا هستم، گفته بود غیر خدا نیست. ما میگیم لا اله الا الله، اون میگه لا وجود الا الله. میگیم جز خدا، جز الله خدایی نیست، اون میگه جز الله وجودی نیست، هرچه هست اوست، منم او هستم. اما این وحدت وجود خیلی راه میره، خیلی راه میخواد تا به اینجا برسی و همچه ادعایی بکنی، و برای همین میگه نباید این رو هر جایی بیان کرد. بعد ادامه میده میگه که این اهل، کسانی که به این مرحله رسیدن بسیار کم هستن. فاسق، فاسق یعنی ناراستکار، یعنی کسی که با خودش راست نیست، کسی که چیزی به زبان میاره و خلافش رو عمل میکنه. مهمترین مطلب با خودش یک رنگ.
فاسق هر بامداد گه از عالم مستی به رنج خمار افتد و قوت افراط شراب دماغ وی را ضعیف کرده باشد. فاسق فردی است که دم به خمره میزند، منتها صبح که بلند میشه با خودش عهد میکند که دیگه من همچو گناهی نخواهم کرد. دوباره شب که میشه عهد میشکند، دوباره دم به خمره میزند، فراموش میکند عهدی را که ذکر کرده. میگه اگر من حالا دیگه امشب رو میخورم، فردا دیگه قول میدم هرگز چنین خطایی رو مرتکب نخواهم شد. در مستی گوید آنچه بامداد میاندیشیدم هیچ بود. عالم مستی است، ترک دنیا کردن همان صفت دارد. سهروردی میگه ما هم مثل همون فاسق میگیم، زیاد میگیم، ولی دوباره شب که میشه موقع لذت که برسه کسی هوادار، کسی جلودار ما نیست. ما هم مثل او شروع میکنیم به خماری. غفلت در پیش میآید و نمیگذارد که کسی بر راه راست رود و جهانیان را از شراب غرور پیوسته مست میدارد. اگر کسی لذت خلوت بداند و هستی را به نیستی مبدل گرداند، پس بر اسب فکرت سوار شود و در میدان علم غیب دواند. لذت خلوت هستی به نیستی مبدل گرداند. لذت خلوت معمولا وقتی میخوان عرفا این رو توضیح بدن، هم تو اشعار عرفانی ما، اشعار حافظ و دیگران هست، این رو با وصال جسمانی توضیح میدن. میگن که فرض بکنید برای کسی که هنوز بالغ نشده است، برای او بخواهی از لذت خلوت با زنان بگویی، چه میفهمد؟ هیچ. برای کسی که به این درجات معنوی هم نرسیده، اگر از لذت خلوت معنوی، لذت خلوت با خدا سخن بگویی، دقیقا مثل همون بچه نابالغی است که از امور جنسی با او سخن گفته باشه. اگر کسی لذت خلوت بداند، هستی به نیستی و هستی را به نیستی مبدل گرداند. تبدیل کردن هستی به نیستی یعنی رسیدن به مقام فنا، یعنی فانی شدن در ذات الهی، یعنی از خود رهیدن و به خدا واصل شدن که دیگه هیچ چیز برای خودت نخواهی. ما هنوز هر کاری میکنیم مثل قصه بهلول میماند. هارون رشید مسجدی ساخته بود، بهلول شب رفت اون سنگ، اون کاشی که اسم هارون رو برش نوشته بودن برداشت، یه کاشی درست کرد، اسم خودش رو بالاش گذاشت. هارون فردا احضارش کرد، چه کاریست که تو کردی؟ مسجد رو من ساختم، اسم تو اسم خودت رو بران نهادی؟ بهلول بهش میگه که مسجد را برای خدا ساختی یا برای غیر او؟ اگر برای او ساختی که او میداند چه کاشی بر او بنهی چه بر او ننهی. خب حالا از ما سوال کنند، بسیار از این کارهای بزرگی که ما میکنیم فقط به همون کاشی است. اگر کاشی رو برداری دیگه ارزشی ندارد که این کار انجام گرفتی یا نگرفته. برای همین میگه که اگر لحستی را به نیستی مبدل گرداند، اگر توانستی به جایی برسی که کار خوب را برای خوبی انجام بدهی، اون نکته اخلاقی که کانت ذکر میکنه، خوبی برای خوبی، نه برای عرض، نه برای پاداشی، نه برای فرار از مجازاتی، خوبی را برای خیر، را برای خیر انجام بدهی، به اون مقام برسی، حالا بلاز عرفانی به جایی برسی که در او فانی شوی، میشه هستی به نیستی، پس بر اسب فکرت سوار شد. فکر در فلسفه و منطق یه معنا میده، در عرفان یه معنای دیگری میده. اگه ندانیم این رو، وقت میگیم خب اسب فکرت سوار بشیم، که سوار اسب فکر شدن که لازم نیست همه سلوک بکنیم، این همه مقامات معنوی پیش بریم. فکر در عرفان یعنی چی؟ در منطق، در فلسفه، فکر یعنی ترتیب معلومات برای رسیدن به مجهولات. همون کاری که ما چند تا معلوم داریم به هم ارتباطش میدیم، کامپیوتر هم کاری جز این نمی کند، معلومات رو به هم ارتباط میده، اون تا اون ماشین قدرت بیشتری داره، سریعتر به جواب میشه، ذهن ما هم همچه کاری میکنه. اینو تو عرفان نمیگن فکر. فکر در این امور از وهم و عقل به دست میاد. کسب میخواد، معلم میخواد، باید بری مدرسه تا بتونی اینجوری فکر کنی. این فکر فلسفی است، فکر علمی است، فکر منطقی است. فکر در عرفان
ریاضت می خواهد، ذکر می طلبد، دل با خدا داشتن می خواهد، شهود می خواهد. از راه دل به دست می آید، نه از راه عقل. فکر عرفانی از طریق دل حاصل می شود. این ریاضت ها مقدمه فکر عرفانی است. اون وقت سوار اسب فکرت می شود. عطار عارف بسیار بزرگی بوده. در یکی از کتاباش، حالا منطقه تر نیست، تذکره طلالیا نیست، کتاب دیگری دارد به نام مصیبت نامه. اونجا فکر رو تعریف کرده به ناز عرفان. راه رو را سالک ره فکر اوست، فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست. فکر و ذکر، ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. ذکر فقط به زبان گفتن نیست، به دل با خدا بودن است. فکرتی که از وهم و عقل آید پدید، آن نغیبستان ز نقل آید پدید. فکرت عقلی بود کفار را، فکرت قلبی است مرد کار را. اهل دل را ذوق و فهمی دیگر است، کان ز فهم هر دو عالم برتر است. میگه که کار عقلی رو لازم نیست تو اهل سلوک باشی، حتی کافر هم باشی میتونی کار عقلی بکنی، فکر بکنی. مگه همه اهل فکر دنیا همشون مسلمان و مؤمن و سالک بودن؟ چون این که نبودن. اما این داره از فکری سخن میگه که تو باید کاملا اهل ذکر و اهل دل و اهل ریاضت باشی.